ضرب بردارها. ببین بچه ها، همونطور که ما دو تا عدد رو میتونیم در هم دیگه ضرب کنیم، به هم تقسیم کنیم، از هم کم کنیم یا با هم جمع کنیم، خاصیتی در بردارها هم وجود داره. یه همچی خاصیتی رو ما داریم که دو تا بردار میتونن در هم ضرب بشن، میتونن از هم کم بشن، با هم جمع بشن یا به هم تقسیم بشن. حالا نوبت به کجا رسید؟ ضرب بردارها. راستی بچه ها، ما دو تا بردار رو به چند طریق میتونیم با هم دیگه ضرب کنیم؟ کاملا درسته، یک، یه عدد رو در بردار ضرب کنیم. دو تا بردار در هم ضرب بشن، اون خودش به چند طریق اتفاق میفته؟ دو طریق، ضرب داخلی و ضرب خارجی. خیلی خوب، آسیاب به نوبت. یکی یک، اول میخوایم ضرب عدد در بردار رو مورد بررسی قرار بدیم. پس ببینید بچه‌ها، ضرب عدد در بردار، شما تصور کنید من یه برداری دارم مثل بردار آ. اگر بخوام بردار دیگه رو رسم کنم که مضربی از این باشه، مثلا دعا رو میخوایم رسم کنیم، بردار دعای ما چند میشه؟ یه برداری از نظر اندازه دو برابر بردار آ و از نظر جهت با بردار قبلی با هم دیگه یکی هستن. حالا اگر من بخوام بردار منهای دعا رو رسم کنم، حاصل چی میشه؟ یه برداری است که از نظر اندازه دو برابر بردار آ ولی از نظر جهت مخالف اون شده. حالا اگر بردار دیگه رو بخوام بکشم، مثلا منهای یک دوم آ، خب یعنی باید نصفش کنم، جهتش هم باید وارونه کنم، پس برداری میشه که از نظر اندازه نصف بردار آ و از نظر جهت خلاف اون هست. چه نتیجه میگیرید این ستا؟ آفرین، حاصل ضرب عددها در بردار یه بردار شدن که این بردار از نظر اندازه به مقدار این عدد بستگی داره و از نظر علامت و جهت به علامت این عدده. یعنی اگه علامت منفی باشه، جهت بردار وارونه نمیشه. پس ضرب عدد در بردار همیشه یک بردار است که داریم، حاصل ضرب عدد در یک بردار همواره یک بردار است که اندازه و جهت این بردار بستگی به مقدار و علامت عددی دارد که در آن ضرب میشود. حالا یه سوال، آیا شما میتونید دو یا چند مثال فیزیکی برای من مثال بزنید که ضرب عدد در بردار نشون بده؟ وقت میدم بهتون، من وای میستم، بگید، فکر کنید. چی؟ کاملا درسته. اولیش رو شما میتونید به عنوان قانون دوم نیوتن بیان کنید، بگید F مساوی است با MA. حالا بچه ها، الان در اینجا M یه عدده، A یه بردار هستش، حاصل ضرب شده نیرو که اون هم بردار هست. نگاه کنید بچه ها، در این حاصل ضرب عدد در بردار M همیشه مثبته. پس اگه برگردیم قانون دوم نیوتن رو سال دوم یه بار با هم مرور کنیم، اونجا این رو گفته بودیم که اگر به جسمی نیروی وارد شود، آن جسم همواره در جهت نیرو شتاب میگیرد. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ام هیچ وقت منفی نمیشه و اف و آ همیشه با هم دیگه هم جهت هستن. دیگه چی؟ یه مثال دیگه بگید. اف مساوی است با مثبت منفی کیو ضرب در ای. آفرین، خیلی خوبه. سال سوم دبیرستان، میدانهای الکتریکی، اگر شما یه میدان یک نواخت داشته باشید و یک ذره باردار رو در داخل اون قرار بدین، اگر ذره شما داره بار مثبت باشه، نیرویی که بهش وارد میشه هم جهت میدانه و اگر ذره شما بار منفی داشته باشه، نیروی وارد بر اون خلاف جهت میدانه. پس نتیجه در اینجا اگر کیو مثبت باشه، اف و ای با هم همجهت میشن و اگر منفی باشه در خلاف جهت خواهد شد. پس اینها مثال هایی از ضرب عدد در بردار رو دارن نشون میدن. یکی دیگرش تکانه یا اندازه حرکت که انشاءالله تو بحث پیش دانشگاهی مفصل خواهید خوند. پی مساوی است با ام ضرب در وی. ام در اینجا جرمه، پس یه عدد مثبته، پس پی و وی همیشه با هم دیگه همجهت هستن. حالا ضرب داخلی دو بردار رو میخوایم بررسی کنیم. دو تا بردار وقتی به صورت داخلی در هم ضرب میشن چه ویژگی دارن؟ ببینید بچه ها، اگر شما دو تا بردار رو به صورت نقطه ای در هم دیگه ضرب کنید، عبارتش به این صورت خواهد شد: حاصل ضرب داخلی دو بردار همواره یک عدد است که از رابطه زیر به دست می آید. رابطه رو نگاه کنید، آ دات بی مساوی است با اندازه آ در اندازه بی در کوسینوس تتا، که در این عبارت تتا در واقع زاویه بین دو بردار آ و بی است. پس بچه ها، سمت چپ دو تا بردار در هم ضرب شده، اما به خاطر خاصیت ضرب داخلی، حاصل اون حاصل ضرب ما در واقع یه عدد میشه، یه اسکالر میشه. من از شما میخوام که چند تا مثال فیزیکی بگید که نشانه ضرب داخلی دو بردار باشه. خب الان نگاه کنید بچه ها، من میدونم آ دات بی شده اندازه آ در اندازه بی در کوسینوس تتایی. فکر میکنم آ راست میگی، یا سال دوم کار چی بود فرمولش؟ بنویسیم F D کوسینوس تتا. F برداره، D جا به جایی برداره، کوسینوس تتا هم که زاوی بینشون هست. پس در واقع حاصل ضرب نیرو در جا به جایی به صورت داخلی شده کار که واحدش جول، یک کمیت اسکالر هست.
و ما میتونیم خیلی راحت از الان به بعد دیگه دبلیو یا کار رو بنویسیم. اف داد دی. یه مثال دیگه هم بزنید. چی بود؟ سال سوم خونده بودید. فصل مغناطیس. الغای الکترومغناطیس. یادتون نمیاد؟ شعار مغناطیسی. آفرین. شعار مغناطیسی بود فی مساویس با آبی کوسینوس تتا. آب بردار صفحه است، بی میدان مغناطیسی کمیت برداری، تتا هم که زاویه نشون نشون میده. پس اگر من بیام حاصل ضربش حساب کنم میشه آدات بی. این هم دو تا مثال از ضرب داخلی. دانش آموزی از من سوال میکنه آقای شابدین، شما عبارت ضرب داخلی رو که اینجا نوشتید فقط زمانی کاربرد داره که من اندازه آ رو داشته باشم، اندازه بی رو داشته باشم، کوسینوس زاویه بینشون هم داشته باشم. خب آره دیگه، کارش نمیشه که فرمولش اینجوریه. حالا اگر به من بردارها رو بر حسب آی و جی دادن، اون وقت چیکار کنم؟ یعنی باید برم اندازش رو جدا حساب کنم، زاویه بینش رو جدا حساب کنم، بعد بیام بزنم توی رابطه. خب خیلی زمان میبره، به نظر من قشنگ نیست. میگم ببینید، اگر به شما بردارها رو بر حسب آی و جی بدن، آی ایکس در جهت آی به علاوه آی ایگرگ در جهت جی، و بردار بی رو هم بگن بی ایکس در جهت آی به علاوه بی ایگرگ در جهت جی، حالا شما بدونید ضرب داخلی خاصیت بخشی داره، یعنی آدات بی رو میتونید این دوتا رو در هم ضرب کنید. چجوری؟ آی ایکس در بی ایکس یه عدد مشکلی نداره، میتونن کنار هم قرار بگیرن، اما آی و آی بردار هستن، بردارهای یک. پس موقعی که میخوان کنار هم قرار بگیرن حتما علامت ضرب بینشون باید نقطه ای باشه. یعنی اگر من بخوام بنویسم آدات بی مساویس با، میشه آی ایکس بی ایکس، این دوتا مشکلی ندارن کنار هم قرار بگیرن، اما آی آی باید حتما نوع ضربش بینش مشخص بشه، میشه آی دات آی. حالا بعدی، آی ایکس در بی ایگرگ ضرب میشه آی دات جی، پس میشه آی ایگرگ بی آی ایکس بی ایگرگ آی دات جی. بعدیش آی ایگرگ در بی ایکس ضرب میشه جی دات آی، جی دات آی. بعدی آی ایگرگ در بی ایگرگ ضرب میشه و حاصل برابر میشه با جی دات جی. ببینید بچه ها، دو تا عدد خیلی راحت در هم ضرب میشن، اما دو تا بردار قانون داره. ضرب داخلی بردارها چجوری بود؟ اندازه بردار اول در اندازه بردار دوم در کوسینوس زاویه بینشون. خیلی خوب، آی و آی اندازش از قبل برام معلومه، زاویه‌اش هم معلومه. پس من میتونم خیلی راحت بنویسم آی دات آی مساویس با یک ضرب در یک ضرب در کوسینوس صفر، چون هر بردار با خودش زاویه صفر میسازه، پس حاصل این میشه یک. اما اگر من بخوام آی دات جی رو حساب کنم، میشه یک ضرب در یک اندازشون ضرب در بچه آی معرف محور ایکس ها بود، جی محور ایگرک ها، اینا زاویهشون چند درجه است؟ 90. کوسینوس 90 مون هم صفر خواهد شد. پس بچه ها، من از الان به بعد آی دات آی رو دیگه میتونم ننویسم، جاش یک بنویسم. آی دات جی رو هم بنویسم صفر، جی دات آی هم میشه صفر، جی دات جی هم میشه یک. حالا اینا کلن حذف میشن، چی باقی میمونه؟ آ دات بی مساویس با آی ایکس بی ایکس به علاوه آی گرگ بی گرگ. خب شما دعا کنید همیشه اینجوری بدن. چرا؟ چون خیلی راحته، وقتی میخوای ضرب داخلش رو حساب کنید زاویه هم نمیخواد، فقط کافیه که ضرب آی رو هم ضرب کنید، ضرب جی رو هم در هم ضرب کنید، به راحتی جوابش به دست میاد. پس بیایم یه نتیجه بگیریم که ضرب داخلی اگر مقدارها و زاویه معلوم بود، آبی کوسینوس تتا، اگر بر حسب بردارهای یک یا مؤلفه هاش ما داده بودن، آی ایکس بی ایکس بر علاوه آی گرگ بی گرگ، مقدار با هم جمع میشن، حاصلش هم یه عدد میشه. یه مثال توجه کنید، حاصل ضرب نرده یه دو بردار آ مساوی با 5 آی به علاوه 3 جی و بی مساوی با 3 آی به علاوه 4 جی کدام است؟ 28 29 56 و 27. خب ببینید بچه‌ها، بردارا رو به من داده، حاصل ضرب داخلیشو خواسته. بر حسب آی و جی بهترین کار ممکن که بیان بردارا رو بنویسیم، ضرایب آی در هم، ضرایب جی هم در هم دیگه، یعنی آ دات بی مساوی با آی ایکس بی ایکس به علاوه آی گرگ بی گرگ، مقدارا رو ضرب کنید، 3 ضرب در 5 به علاوه 3 ضرب در 4 که حاصل این عبارت برابر میشه 15 به علاوه 12 که میشه 27. این جوابشه. واقعا چه سوال تو کنکور میاد؟ ببین ما کار نشوشیم میاد یا نه، ما باید اصول رو درست یاد بگیریم، همین ها رو باید بدونیم، اینها باعث میشه سواد فیزیکی ما افزایش پیدا کنه و در مسئله هایی که حالا تو کنکور سراسری مستقیم ازش سوال میاد بتونیم از اینها استفاده کنیم. برای نمونه، اگر دو بردار آ مساوی با 6 آی به علاوه 3 جی و بردار بی مساوی با آلفا آی به علاوه بتا جی بر هم عمود بوده و برایند آنها بر محور ایکس عمود باشد، آلفا و بتا کدام است؟ خب نگاه کنین سوال رو، هیچ اشاره به ضرب و ضرب داخلی نکرده، ولی برای حل اون به ضرب داخلی احتیاج پیدا میکنیم. چه جوری؟ گفته بردار آ و بردار بی بر هم عمود هستن. اگر ما برگردیم و بنویسیم تتا مساوی با 90 درجه، ضرب داخلی دو بردار از چه رابطه به دست میاد؟ آ بی کوسینوس تتا. حالا اگه جای تتا 90 بذاری، آ دات بی برابر با چند میشه؟ صفر. یعنی میشه یه شرط،
شرط عمود بودن اینه که ضرب داخلیشون برابر با چند بشه؟ صفر بشه. پس اینو به عنوان نکته به خاطر بسپارید. شرط عمود بودن دو بردار آن است که ضرب داخلی آنها صفر شود. حالا اگر من بیام این دو تا رو در هم ضرب کنم مساوی صفر بذارم، ببینید چی به دست میاد. 6 در آلفا ضرب میشه به علاوه 3 در بتا، حاصل مساوی صفر میذاریم، 6 آلفا مساوی صفر منهای 3 بتا که اگر سادهش بکنیم میشه منهای 2 آلفا. یعنی در قسمت اول از شرط عمود بودن ما تشخیص دادیم که بتای ما منهای 2 برابر آلفا است. حالا این رو من دارم، میرم بقیه سوال. پس بتا شد منهای 2 آلفا، دیگه چی گفته؟ میگه برایندش بر محور x عموده. پس برایند میگیریم، برایند میشه 6 به علاوه آلفا 3 به علاوه بتا در جهت آی و جی. حالا اگر برداری بر یکی از محورها عمود بود، بر روی اون محور مؤلفه نداشت. وقتی بر محور x عموده یعنی ضریب آی که آلفا به علاوه 6 هست باید برابر با چند بشه؟ صفر باید بشه. پس من میتونم خیلی راحت بگم چون بر محور x عمود هست پس آر x هم صفره. مقدارش رو جاگذاری میکنم، آلفا به علاوه 6 مساوی با صفر، اگر ببرم طرف دوم برابر میشه با چقدر؟ منهای 6. بعد میام تو رابطه بالا که بتا مساوی با منهای 2 آلفا، جای آلفا منهای 6 رو قرار میدم، منفی در منفی میشه مثبت و جواب آخر ما میشه 12. یعنی هم بتا به دست اومد هم آلفا. پس دو تا نکته یاد گرفتیم: یک، شرط عمود بودن اینه که ضرب داخلشون صفر بشه. دو، اگر برداری برای یکی از محورها عمود باشه مؤلفه اون محور رو صفر میذاریم. یعنی اگر رو محور x عمود بود آی نباید داشته باشیم، ضریب آی رو مساوی صفر میذاریم. اگر بر محور y ها عمود بود ضریب j رو صفر میذاریم. دیگه چی؟ زاویه بین دو بردار آ مساوی با منهای 1 دوم آی به علاوه رادیکال 3 دوم جی و بردار بی مساوی با رادیکال 3 دوم آی کدام است؟ ما میخوایم زاویه اینها رو به دست بیاریم. دو تا روش برای حلش میگم. روش اول، من میام یه دستگاه مختصات برای خودم رسم میکنم و تو اون دستگاه مختصات بردار آ و بردار بی رو رسمش میکنیم. چه جوری؟ مؤلفه x بردار آ برابر است با منهای 1 دوم و مؤلفه ایگرگش رادیکال 3 دوم. اگر اینها رو به هم وصل کنیم بردار مکان آی ما برابر میشه با این بردار. اما بردار بی ما فقط مؤلفه ایکس داره، رادیکال 3 دوم. پس بردار بی ما میفته روی محور ایکس ها. زاویه بینشون کاملا مشخص اینه. شما بگید این زاویه که مشاهده میکنید آیا به نظر شما از 90 بیشتر نیست؟ یعنی این ایکسی که ما اینجا داریم از 90 بزرگتره. یه بار گزینه ها رو چک کنیم. 90 منهای 60 60 120. پس قطعا جواب سوال ما 120 خواهد شد. خیلی راحت میدونم چی میگید. حالا اومد و دو تا گزینه به ما دادن که از 90 بیشتر بود، چیکار باید بکنیم؟ اون وقت میریم سراغ راه حل دوم. بردار آ رو دارم، بردار بی رو هم دارم، میدونم در ضرب داخلی اگر ضرب آ دات بی رو حساب کنم میشه اندازه آ در اندازه بی در کسینوس زاویه بینشون، که اون زاویه بینشون رو الان من میخوام. پس من میتونم اینجا بنویسم آ دات بی مساوی است با آ بی کسینوس تتا، آ دات بی مساوی است با آی ایکس بی ایکس بله و آی ایگرگ بی ایگرگ. اگر من بیام آ دات بی رو از این قسمت حساب کنم، اندازه یا اندازه بی رو حساب کنم، تتا که زاویه بین دو بردار هست به راحتی به دست میاد. پس اول میرم آ دات بی، منهای 1 دوم ضرب در رادیکال 3 دوم به علاوه رادیکال 3 دوم ضرب در ضریب ج نداریم، صفر میذاریم. حاصل این عبارت میشه منهای رادیکال 3 چهارم. حالا اگر اندازه بردار آر بخوام حساب کنم، خب میشه مؤلفه x به توان 2 مؤلفه y به توان 2. منهای 1 دوم به توان 2 چند میشه؟ 1 چهارم. رادیکال 3 دوم به توان 2 چند میشه؟ 3 چهارم. جمعشون چند میشه؟ 4 چهارم. جذرشون چند میشه؟ 1. پس اندازه آ شد 1. اما اندازه ب، خب یه مؤلفه بیشتر نداره، پس خودش میشه اندازش. پس بردار بی ما در واقع از نظر مقدار همون رادیکال 3 دوم میشه. حالا اندازه آ رو دارم، اندازه ب رو دارم، حاصل ضربش هم دارم، اینا رو میام با هم ترکیب میکنم. چه جوری؟ به جای آ دات بی میذاریم منهای رادیکال 3 چهارم ضرب در 1 ضرب در رادیکال 3 دوم ضرب در کسینوس تتا. رادیکال 3 ساده میشن، 2 4 هم ساده میشه، حاصل کسینوس تتا مساوی با منهای 1 دوم. حالا بگید ببینم کسینوس چه زاویه 1 دومه؟ منفیش بذارید کنار، 60 درجه. از 180 کمش میکنیم و جواب آخری که به دست میاد برابر میشه با 120. بازم همون جواب به دست اومد و به راحتی تونستیم مثلا اون رو حل کنیم.